اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. ایران سرزمین ماست. ما از یک آب خاک که سراسر فرسود هوای وطن از چه بیتابانه میخواهمت ای دوریتا. بد خدا همه رکعت با کن خدا. می پرسی از گرفتگی دل با آنکه چشمهایم را می بینی، دریای اشک پنهان، باران اشک پیدا. می پرسی از گرفتگی روح خسته‌ای کو از شب نخست رهایی فریاد زد که آزادی. آن شب که شام میهن من رنگ خون گرفت و سرنوشت ملت من در دست های شعبده بازی فریبکار رهبر جنون گرفت. نسل عزیز عاشق با چشمه دلی که پر از آفتاب بود سر بر حریر پای وطن می زد. دنیا در لحظه سرفرازی لبخندهی به لب گیسوی سرزمین مرا می بوسید. هر سو نگاه می کردم ایران سربلند با افتخار فرزندانش آواز عاشقانه به لب داشت. اما نسل قریب من آن شب که ماه بر سر بامی کهن از درد گریه کرد و پیر خانقاه ریاکاران در خون قهرمانان دستان بی ترحم خود را شست، وانگاه بر برف‌ها نیایش خونین را آغاز کرد، آتش گرفت. یک ربع قرن سوختن و صبح را به لحظه شب بر شانه‌های خسته تبعیدی بردن، چیزی از آن دلی که نمازش را رو سوی عشق زمزمه می کرد باقی نمانده است. می پرسی از گرفتگی دل. من چشم بر حصاری دارم لبریز از تمامی بیداران، آنها که روزگاری سودای خانه پدری را در کیسه های زر پنهان کردند، آنها که سالهای مرا در صحنه های بیع و شرا با والیان جهل و جنایت معامله کردند. می پرسی از گرفتگی دل با آنکه چشمهایم را می بینی. علیرضا نوری‌زاده، پنجشنبه 13 آذر ماه 4 دسامبر به شما سلام می کنم. دیروز که درباره بهمنش عزیز صحبت می کردم اشاره کردم به انسانهایی که در یاد و خاطرم همیشه زنده. سیمین بانو از زبانم افتاده بود و همینطور خیلی های دیگم که باید یادی از اونا میکنم. هم خود عباس امیر انتظام انسانیست که همیشه به یادش هستم. روزی که اون تصویرش با دست به زنجیر در بیمارستان به چاپ رسید، اون تصویر تو نیم روز گفتم قبلا، اصلا ماها هممون نشستیم همیشه ساعتها به این تصویر نگاه میکردیم. خیلی جالب بود. یه نکته دیگه هم برام جالب بود، این که آقای دکتر عطاالله مهاجرانی وزیر، من بیشتر دوستم بگم فرهنگ پیشین، چون ارشاد به خودش هم نمیخوره شخصیتش. وزارت ارشاد معمولا مال کشورهایی است که یعنی فقط برای اون کشور جمهوری ولایت فقیه میتونه معنا داشته باشه، در حالی که مهاجرانی میتونه در یک نظام دموکراتیک هم میتونه یک جایگاه فرهنگی داشته باشه. به هر روی دیدم ایشون هم به این بحث آمد در رابطه با هویت روشن فکر ایران. مصاحبه مسعود بهنود کرد با کامبیز حسینی، از آنجا شروع شد
و بعد مقاله دکتر دوشوکی که من میدونم دکتر دوشوکی رو، زبانش رو میدونم، او هم انسانی است که برای فرهنگ و ادب و برای ایرانی بودن اعتبار و ارزش بسیار قائله، کما که در این مقاله آخرش نوشته که وقتی دو تن از عرب‌های ایرانی و بلوچ‌ها بهش تلفن کردن یا ایمیل کردن و گفتن خب با این اوصافی که آقایون کردن ما پس ایرانی نیستیم، حکایت داغی شده. بعد مقاله نوشتم، آقای نیکاهنگ کوثرم نوشتن، بعد مقاله که خود بهنود نوشت خطاب به فهمیم سخن که اون نیز مطلبی نوشته بود، مهدی اصلانی مقاله جالبی نوشته بود و اینا به هر حال همه هست. اما آنچه که به نظر من اهمیت داره در اینجا، یک قضیه فرهنگی رو، مداخله بی جایی که حالا پشت قضیه رو فهمیدیم، کسی از اون آدمایی که خورده شیشه داره در ایران رفت جلوی ادیب برومند نازنین پیر مورد احترام همه، یه اعلامیه رو گذاشت و این بیچاره رو بدون که متوجه باشه کشون به ورطه‌ای که قضیه جنبه سیاسی پیدا کرد. ولو از نظر فرهنگی هیچ مشکلی نداره. و حرفی که دکتر دوشوکی زده بود خیلی حرف جالبیه، چون اشاره دکتر مهاجرانی کرده بود که بسیاری از بزرگان ادب ما که اشاره کرده بود دکتر دوشوکی از اهل سنت بودن، حافظ، سعدی، فردوسی، جامی، حالا در مورد فردوسی تردید است، مولوی دیگه اینا هست، و دکتر مهاجرانی اشاره کرده بود که ببینید چه شعرهایی در رابطه با اهل بیت، حضرت علی و ائمه گفتن، و دکتر دوشوکی خیلی به جا اشاره کرده بود که مگه اهل سنت در تعارضن با حضرت علی یا با فرزندانش با اهل بیت؟ حرمتی که قائلن حرمت اصلا عجیب غریبی است، عجیب غریبه. یعنی من یه بار گفتم اینجا یک کسی رو محاکمه میکردن در ایران اوائل انقلاب، سنی بود، کرد بود، گفتن تو زندان به حضرت فاطمه ناسزا گفتی، گریست و فریاد زد، میگه من میتونم به دخت پیامبر حرف نامربوط بزنم. از یه عده متعصب احمق جاهل، حالا اسمش سلفی یا هرچی، باید گذشت. ولی 99 ممیز 9 درصد اهل سنت حرمتی رو که برای ائمه قائلن حرمت بالاتری است از خلفا. برای حضرت علی میگن کرم الله وجهه، در حالی که برای بقیه میگن رضی الله عنه، خداوند از او راضی باشد. اما میگه کرامت ببخشد خدا وجهش را، یه جایگاه والاتری قائلن. و بعد اشاره کرده بود دکتر دوشوکی به این مسئله. و اینجا من یه نکته رو بخوام بگم، حرف دکتر مهاجرانی هم درست بود، اشاره کرده بود به شاعران و نویسندگان مسیحی لبنانی که علاقه داشتن به اهل بیت و غیره، جورج جرداغ یکیشون بود و نمونه های بسیاری که من خودم هم دیدم. اما اینا فرق میکنه با اینکه بگیم که روشن فکر ایرانی یه وجه شیعه داره، نه، وجه در فرهنگ یک ملت مذهبی آمیخته بشه که اون اهل سنت هم یا مسیحی یا یهودی، یا ما آقای کمدار رو میشناختم، زرتشتی بود، تولد حضرت علی جشنی میگرفت در باغش در شمیران، درویش شکری میمد، درویش امیر حیاتی میمد، اینا میمدن، ذکر علی بود از بامداد تا شام، زرتشتی هم بود. ولی مقوله رو با مقوله روشن فکری به هم نباید بیامیزیم. اینجوری میتونیم بگیم ملت ایران در کلش به علت اینکه فرهنگ تشیع 400 ساله در این مملکت فرهنگ غالب بوده، طبیعتاً در بافت فکری و فرهنگی این مردم، فقط روشن فکر رو نمیتونه، فقط روشن فکر، کلن این مردم جایگاهی مذهب تشیع پیدا کرد، یا حداقل فرهنگ تشیع جایگاهی پیدا کرد. یکیش هم مثلا تقیه است. تقیه توی مملکت ما به عنوان یه عمل پسندیده جا افتاده بود. این رژیم اومد باعث شد مردم ببینن که انسان‌هایی هم هستن تغییر نمی‌کنن.
عباس امیر انتظامی پیدا میشه، مذهبش هم تشیعه، تغییر نمیکنه. بالاتر از همه چرا امام حسین تغییر نکرد؟ اگه چیز خوبی بود برادرش کرد، خودش چرا نکرد؟ حالا شما که زیر علم حسین سینه میزنید، پس تغییر چیز خوبی نبود. به هر حال میخوام به این نقطه برسم، روشنفکر مذهب نداره. میدونید چرا؟ بلکه مذهب روشنفکر اگر مذهبی داشته باشه کاملا درونیه، چون از ویژگی های یک روشنفکر اینه همه جهانی باشه، جهانی باشه. وقتی شما سارتر رو، نقطه نظرهای سارتر رو میبینید، این در گواتیمالا و در اندونزی و در روسیه و در ایران هم یکیه، فقط برای مذهب معینی صحبت نکرده. بسیاری از فلاسفه و روشنفکران یهودی بودن، ولی مذهب در اندیشهشون نقشی نداشته، کمان که در جهان اسلام نیز همطور بوده. اگر آقای امیرحسین آریانپور حرفی رو زد یا دیگری چیزی رو گفت، یا احسان نراقی اینجوری فکر میکرد، خدا بیامرزدش، مرد خوبی بود. ولی اینا دلیل بر این میشه که عمومیت بهش بدیم. خب نظر شایگانم ببینیم چیه. من بر این باورم که این مقوله، باز شدن این باب بسیار خوب بود، اما این وسط اگر آدم بخواد اینو وسیله تسویه حساب بکنه بسیار کار بده. یک باب بحث باز شده بعد از این همه سرمایی که بر اپوزیسیون مسلط شده، بر جنبش روشنفکری مسلط شده، یه بحث داغ خیلی خوبه، خیلی ها رو از خواب بیدار میکنه، خیلی ها رو به حرکت وامی داره. ولی در کل این اولا نباید وسیله تمسخر و ایزاء کلامی دیگران بشه. خب الان فرصت خوبی بده کنیم دو تا مشت حواله چانه طرف بکنیم. نه، درست نیست. بسیار من لذت بردم از نوع مکالمه دکتر دوشوکی. حرف که میزد در این رابطه، چه در برنامه تفسیر خبر چه در نوشته خودش، یا فهمیم سخن. این واقعا نشون میده که انسان یک موضوعی رو که مورد بحث هست راجبش بحث میکنه، اما حدود و ثغور ادب رو رعایت میکنه. اون ضد ادب چارواداری فقط جاش در دامان ولایت فقیه و در دامان حزب توده است. من دارم چند تا کتاب الان دارم بررسی میکنم، چون گفتم برای تو یه برنامه جدید داریم درست میکنیم، انشاءالله مورد توجهتون قرار میگیره. چند تا چیز رو دارم بهش رجوع میکنم. ادبیات حزب توده رو راجع به زندیات دکتر مصدق میخوندم، بعد مقایسه میکردم اونو با ادبیاتشون در مورد زندیات دکتر بختیار، و نگاه میکردم میدیدم از سال 27-28 این ضد ادبیات تا سال 57 فرقی نکرده. چارواداری، فوش خارمادر و دروغ و دروغ. و چه میراثی حزب توده برای اهل ولایت فقیه گذاشت که امروز شما دارید میبینید. مهندس میرحسین موسوی 8 سال نخست وزیر آقای خمینی بوده. آقای کروبی کسی بود که کفن و دفن خمینی رو انجام داد، اینقدر نزدیک بود، اشک ریختن او واقعی بود، مثل دستمال گرفتن بقیه نبود. و وقتی درباره اینا حرف میزنن به عنوان مجرمان و جنایتکاران، این اصلا برای من باور کرده. این فقط ضد فرهنگ حزب توده است که امروز، نگاه گوش بدید، که امروز فردی عزیز و رفیق و رفیق بزرگ و مبارز بزرگ، فردا تبدیل میشه به نوکر امپریالیست. استالین با تیتو چه کار کرد؟ حزب توده با خلیل ملکی کرد. همه اونا که باش بودن، ناصر وثوقی، آل احمد، نادر نادرپور، همه اینا که باش بودن، چه رفتاری حزب توده با اینا کرد؟ چه مطالبی علیه اینا نوشت؟ برای که هیچ اصل و اخلاقی وجود نداره.
هدف وسیله رو توجیه میکنه. فرزند خواندش مجاهدین، حداقل رهبری مجاهدین در هیئت آقای رجوی و بانو و دار و دسته آقای ابریشمچی جز اهل بیت، اینا همشون جعفرزاده غیره و غیره، اینا جز اهل بیتن، صحابن. این ضد فرهنگ نباید توسط ما ترویج و تبلیغ بشه. هیچ چیز در روابط انسانی فراتر از اخلاق نیست. اون اخلاقی که مجال میده اندیشم تعالی پیدا کنه، تعلق داشتن به اخلاقیات. یکی برای من یک ایمیل زده بود خیلی تند و خیلی بد و زشت. ایرادش چی بود؟ شما به چه حقی اومدی تو برنامه راجع به آقای خامنه‌ای گفتی که مقام معظم رهبری سهیل عربی رو ببخش؟ هزاران سهیل عربی فدای آزادی وطن. نه برادر، من جان یک انسان رو به اندازه همه وطن میدونم. وطن مال کیه؟ وطن مال چیه؟ جغرافیا یعنی چی؟ تیر و سنگ و تخته که یه روز صدام میاد 100 کیلومتر میاد توش میبره، اما مگه صدام تونست وطن پرستی ایرانی رو بگیره که تو دل آها تک تک اون بچه‌هایی بود، جوانایی بود، مردا بود که رفتن تو جبهه جنگیدن، اون بانوانی بود که پشت جبهه رو آنقدر قوی نگه داشتن که جبهه نشکست. ولی جغرافیا رو که میشه کوچک بزرگ کرد. من رفتم بعد از 250 سال تو بخارا، تو مسجد اولوغبک، اون کسی که اونجا سادن دربان کلید داره هرچی هست، جد جد جدش اومده این مسجد رو تعمیر کرده و هنوز داره حرف میزنه، تعلجه اسمانی رو داره بعد از 4 جنریشن و هنوز به یاد ایرانه. اینا رو باید یادمون باشه. این دیگه جغرافیا نیست، این اون فرهنگه، این اون ادبه. شما نگاه کنید نظامی گنجوی وقتی میاد زفاف خسرو شیرین رو بیان میکنه، به زیباترین هیچ ادبیاتی به این زیبایی پیدا نمیکنه و چقدر محتشم و چقدر زیبا. الفیه شلفیه نمیگه، داره زیباترین نقطه زندگی خسرو شیرین رو میگه، اما با چه بیان. و این فرهنگ فارسیه، فرهنگ ایرانیه، ببخشید فارسی نباید میگفتم، فرهنگ ایرانیه. گوشه ای از این فرهنگ زبان فارسی هم هست و گوشه از این فرهنگ زبانهای مردم ایرانه و باز گوشه ای از این فرهنگ مذهب شیعه هم هست، سنی هم هست، زرتشتی هم هست، یهودی هم هست، مسیحی هم هست، بهایی هم هست، بیدین هم هست. خدماتی که صبح ازلی ها و بابیان به روشنگری به این ملت کردن در دوران مشروطه اصلا بی نظیره. این کتاب صنعتی زاده رو من میخونم اصلا حیرت کردم. در یه شهر کرمان اومده دستبندی کرده آدم هایی رو که آزادی خواه و دموکرات منش بودن، بعضی رو 3 ستاره داده، بعضی رو 2 ستاره، بعضی رو 1 ستاره. ستاره های او ستاره افتخاره، ستاره داری دانشگاه تهران و دانشگاه ها نیست از طرف امنیت خانه مبارکه. خب ما چجوری اینا رو میتونیم از فرهنگمون جدا کنیم؟ میتونیم؟ میتونیم خبیر المرک رو مثلا جدا کنیم، ملک المتکلمی رو جدا بکنیم، میزا آقا خان میتونیم جداش کنیم، میزا آقا خان کرمانی؟ نه. باری خیلی صحبت کردم. خب خبری که on the top of the news به قول معروف بود، حمله 3 یا 4 هواپیمای F4 یعنی فانتوم ایرانی بود. محمد رضا شاه خدا بیامرزته چقدر دوستان میگفت شاه داره تیر و تخته از آمریکا میخره، اسلحه میخره. 35 سال گذشته هنوز فانتوم F4ی که آقای آذربرزین برای زدن تیمسار جهانبانی، برای زدن تیمسار خاتم، برای زدن تیمسار ربیعی میگه هواپیمای مزخرفی، چون مسلسل روش نبود
انگار اون بعد موشک فونیکس داره، مسلسل میخواد چیکار. چقدر این کتاب آذربایجانی بده. ای کاش این مرد اینو منتشر نمیکرد، سکوت میکرد، میذاش همه چی به سکوت برگزار بشه، کمان که بعضی های دیگه کردن. ولی چقدر کار بدی کرد، چقدر خودشو کوچیک کرد، حداقل در چشم نیروی هوایی ما که نابترین و شاخصترین نیروی ماست. نگاه کنید 35 سال بعد از انقلاب، 8 سال جنگ، هنوز فانتوم ایرانی آغاز که میره اونجا. و چه کردن؟ حالا براتون میگم. فیلمی که پخش شده، پنتاگون اعلام کرد که بله بودن، ولی خب باید ببینن خودشون سوال. خیلی سوال پاسخ اصلا نابخردانه و از یک آدم ناآگاه فقط انتظارش آدم داره، نه از سخنگوی پنتاگون. در هر حال داستان چیه براتون میگم. داستان اینه که این آقای قاسم سلیمانی با این نمیدونم هادی العامری برخصن و با اینا وسط امرلی، این نیست، این حالا 1500 تا مشاور بودن، حالا افشین مولوی رفیق عزیزم، پسر نازنین، پسر دکتر مولوی، خودش یکی از کارشناسای ارزنده است تو واشنگتن، خیلی هم دوستش دارم، در این گفتگوی با العربیه داشت میگفت این نشانه یه تحول مهمه. اما چیکار کردن ایرانی ها؟ نیروهای داعش در مرحله‌ای وارد جلولا شدن، همونجور که براتون گفتم جنگی وقتی که سپاه یزگرد رفت و چه جنگی در گرفت و بار یه رویارویی بزرگ با نیروهای مسلمان که می آمده. وقتی به اونجا رسیدن خبرهایی شد که در مریوان و در جاهای دیگه بیانیه‌های داعش توضیح شده. من میدم کردای ما اصلا داعش رو را نمیدن، کمان که اگه اجازه میدادن، اگر فشار روی کردای عراق نبود، الان صدها کرد ما داشتن در کوبانی میجنگیدن. به هر روی وقتی اونجا دیده شدن طبیعی است ایجاد نگرانی کرد. شما یه روز مجسم کنی 100 تا داعشی وارد شهر سنندج بشه با آزادمنشی کردهای ایران و آزادگی ایرانیا، ببین اینا چه میکردن با زن و دختر مردم، اینا چه میکردن با مساجد، با عبادتگاه، با هرچی. این تسامح مذهبی رو رژیم هم خواسته به هم بزنه نتونسته. مردم ایران در برابر مذهب دیگری احترام میذارن، متسامحن. از یه عده جاهل بگذریم، اونا ممکن. خب اینا اومدن اونجا چی کار باید میکردیم؟ نیروهای کردی که از شمال اومده بودن، از سلیمانیه، با اینا جنگ میکردن، یه دور اینا رو زدن، بار دوم اینا دوباره نیرو از جای دیگه آوردن به این هدف که یه جبهه بزرگ اینجا باز کنن و بعد بتونن به ایران رخنه بکنن. گویا اینکه القاعده قبلا با جمهوری اسلامی یک پیمان نانوشته دارن که عملیاتی در ایران القاعده انجام نده. ولی داعش، این داعشی که داریم ازش صحبت میکنیم، بعثیای سابقن، افسرای سابقن، با داعش سوریه فرق داره. داعش سوریه خیلی جاها به نفع رژیم سوریه وارد عمل شده، الان هم یه جاهای جنگ میکنه، یه جای سوریه بهشون آوانس میده، ارتش آزاد رو میره میزنه، نیروهای غیر سلفی رو میره میزنه. دولت ایران چی کار باید میکنه؟ اصلا کاری به جمهوری اسلامی من نداره. چی کار باید میکنه؟ دست رو دست میذاش میشست تا داعش وارد ایران میشد؟ نه، حداقل این کار رو باید میکردن، جلوی داعش رو بگیرن. آمریکایی‌ها هم الان دل مشغول اونورن، دنبال این بودن که داعش سرزمین‌های جدیدتری رو به خصوص در استان انبار به دست نیاره و نگران داخل سوریه که داعش نتونه کوبانی رو بگیره. بنابراین تو این گیرودار یه روزی نیروی هوایی ارتش ایران و نه سپاه که همش نمایشه، شما یه دونه پرواز سپاه رو ندیدید، سخوی اینا دارن ولی همون تو پایگاهی خودشون میپرن. وقتی قالیباف فرمانده نیروی هوایی سپاه شد خیلی تلاش کرد، هواپیمای عراقی رو راه انداختن، دوباره باش پرواز کردن، حتی میراش ها رو، ولی بعد که او رفت دیگه قصه یه جور دیگه شد، مثل اینکه دیدن صرفی نداره، فقط نمایشی کار کنن و آموزش بدن، از یمن بیارن، از لبنان آموزش بدن.
بعدم چقدر سقوط داشتن در حین آموزش. ارتش ایران، نیروی هوایی ما از پایگاه دزفول و پایگاه وحدتی 4 هواپیما بلند شد، رفتن در اون منطقه‌ای که داعش بی خیال، چون فکر میکرد هواپیما آمریکایی هم اونجا نمیان، کردام که تیاره نداره، بی خیال ماشینا ردیف شده بودن، این هاماندای بزرگ همه ایستاده بودن اونجا، 4 تا هواپیما ایرانی اومدن زدن بی سر و صدا، درب و داغونشون کردن رفت. بعد از اون حمله بزرگ کردا شروع شد و نیروهای عشایری و جلولا و اون منطقه رو پاکسازی کامل کرد و داعش رو پس زد. پس به نظر من این تجاوز به خاک عراق نبود، پریمپتیو اتک بود، مانع شدن برای اینکه یک مصیبت بزرگ برای غرب کشور ما به وجود نیاد. این عمل توجیه پذیره. ما که مخالفیم نباید هر چی شد بگیم آقا بده، نه نه خیلی بد بود، اینو نمیتونستیم ما بگیم. بنابراین این اقدام در این شرایط اقدام درستی بود برای زدن داعش. به همین دلیل هم امریکایی‌ها واکنش تندی نشون ندادن. اگر هواپیما ایرانی میرفتن شمال عراق، میرفتن در منطقه انبار یا در موصل، باید با هماهنگی با امریکا بود، چون بالا آسمون هواپیمای بیگانه احتمال درگیری وجود داشت. کمون که الان در سوریه دولت اسد جرأت نمیکنه وقتی هواپیمای آمریکایی بالا تیاره بفرسته، جرأت نمیکنه. درنگ کوتاهی میکنیم، باز میگردیم که دوست عزیز و همکارم آقای محمد رضا شاهید از پاریس با ما خواهند بود. با درود دوباره خدمت شما. یه نکته رو من بگم، جایی که جمهوری اسلامی باید با افتخار بگه ما این کار کردیم، رفتیم داعش رو زدیم، بله با دولت عراق هم هماهنگ کردیم، چون آقای عبادی مطابق هفته گفته سخنگوی دولت، سخنگوی پنتاگون، دولت عراق مسئوله، آسمان مال دولت عراقه، اجازه داد به ائتلاف وارد شن بیان بمباران کنن. پس حتما با جمهوری اسلامی هم هماهنگی کرده، همینجوری جتا ایران نیومدن، اما محق بودن بیان، چون داعش داشته نزدیک میشد به مرزای ما و اگه میمد دیگه این بلا رو نمیشد همطوری راحت کرد. مگه اتومبیل شد و ارومیه نیدید؟ عکسش هم زده بود پشتش اونجا بود. آقای اوباما حالا اومده آقای اشتون کارتر رو که قبلا معاون وزارت دفاع بود به جای چاکگل آگل به وزارت دفاع میخواد انتخاب بکنه و به نظر میرسه در کنگره هم در سنا رأی لازم رو به دست خواهد آورد، چون اساساً آدم دموکراتیه.
و حالا ببینید وزیر دفاع جدید میتونه با یه رئیس جمهوری که اینقدر کم حاضر مسئولیت‌های عمده بر عهده بگیره بتونه کار بکنه یا نه. بعدم در بروکسل هم که میدونید کنفرانسی تشکیل شده، ائتلاف این گروهی که هستن جمع شدن، وزرای خارجه‌شون، ولی خود دکتر حیدر عبادی نخست وزیر عراق هم حاضر بود. امروز دیروز صبح میدیدم با آقای جان کری چه گل میگفتن و گل میشنفتن، خیلی تصویرهای جالبی بود. یه خبرم بگم بعد برم سراغ دوست عزیزم همکار نازنینم محمد رضا شاهید، و اون که یکی دیدار نوری المالکی از بیروت بود و عکساشو به در دیوار حزب الله تو اون زاهیه که زیر سلطش زده بودن، و آقای نوری المالکی رفت به دیدن حسن نصرالله و رفت تمام این حزب اللهی‌ها رو دیدار کرد و همه گفتن به به قهرمان آمد، قهرمان تشریف آوردن، خائنی که پدر عراق رو در آورد، به 50,000 نفر سربازی که وجود ندارن حقوق میدن، عکساش هم زدن و تمام این نوکرای جمهوری اسلامی هم اونجا بودن در استقبال ایشون. اون بغل ببینید نمایندگان حزب الله در مجلس اینجا جلوش بودن و به هر حال لبنانی که بعد عکس آخر قلاع العرب یا سیادت الرئیس، آخرین قلعه عروبت در اونجا تصویر بشار رو انداخته بودن. این هم حزب اللهیایی که معلوم از آقای مالکی هم باید حمایت بکنن. اینم حسن نصرالله سر حقوق بگیر رژیم در اونجا. خبر دوم در مورد هموطنان عرب ایرانیمون بود. یه روز کارونشون رو میخوان کج کنن، کارون ایران رو که بیشتر اونا بهره میبرن ازش، یه روز خونه هاشون رو خراب کردن، یه روز زمینشون نمیدن، حالا مسئله بیابی و خوشسالی و هوای آلوده وادارشون کرد در کوت عبدالله، یادش به خیر، اون محله زیبا، حالا رفتن اونجا به تظاهرات و اعتراض. و خیلی جالبه سهیل عربی رو محکوم به اعدام میکنن، با این مردم هم اینطور برخورد میکنن. سلام شاهید عزیزم. سلام آقای نوری‌زاده، اجازه میدید که قبل از اینکه به هر موضوعی بپردازیم، میشنیدم در قسمت دوم در مورد عراق و جمهوری اسلامی ایران میگفتید، دو تا خبر داشتم اگر احتمالاً نگفتید در مورد بروکسل و ملاقات آقای اولاند رئیس جمهور فرانسه با نخست وزیر عراق در بروکسل. بفرمایید، باید سراپا گوشیم. نداشتیم. میدونید که روز چهارشنبه شب آقای جان کری یک هیئت 60 نفره که از دولت‌های مختلف به عنوان دولت ائتلاف بودن در مورد مبارزه با داعش ریاست میکرد. نخست وزیر عراق هم رفت، آقای اولاند هم اونجا بود، و میدونید که در برابر اینکه جمهوری اسلامی ایران میگوید که نبوده، از طرفی میگویند با هواپیماهای فانتوم پرواز کرده که اگر تحریم ها بوده چگونه در این 35 سال هواپیماهای فانتوم قادر به پروازن. به هر حال پاسخی که جمهوری اسلامی میگوید در این عملیات علیه داعش نبوده، القاعده داده با عملیات تروریستی که در یمن کرد و 17 نفر رو زخمی، و جالب این است که همون محلی رو منفجر کرد که پیشتر سفیر جمهوری اسلامی آقای اسدی اونجا کشته شد، و فردی به نام آقای نوراحمد نیکبخت، شاید شما بهتر بشناسید، یک دیپلماتیه که گروگان گرفتن و کسی از سرنوشت او خبر نداره. حضور دست کنم که جالب این بود، این دولت یمن سفیر قبلی ایران رو اخراج کرد و تا پریروز، تا اول دسامبر، تا 3 روز قبل ما سفیر نداشتیم، تا سفیر جدید اومد. روز اول دسامبر رفت اعتبارنامه‌شو داد به وزیر خارجه یمن، وزیر خارجه‌ای که جمهوری اسلامی با تقویت حوثی‌ها دولتش رو می‌خواد سرنگون کنه. این نفاق و تزویر رو ببینید. آقای سفیر در خانه‌اش نبود، در هتل اقامت داشت، هنوز خانه رو داشتن براش آماده می‌کردن که منفجر شد، و همطور که گفتی 17 نفر مجروح، یه نفرم کشته شد. من فیلمشو که نگاه میکردم، فکر میکنم فیلمو داریم ما، فیلمو که نگاه میکردم جالب بود. مامور یکی از مامورای حفاظت تا میمد اینجا نگاه بکنه ببینه چه خبره، تلفن از تهران زنگ میزد، معلوم بود
برمی‌داشت و شروع می‌کرد جواب دادن. نگاه کن این فیلمو. جهاز الامن السياسي في صنعاء. مراسل العربيه افاد بان الانفجار خلف اضرارا كبيره في السور الشمالي للمنزل. خیلی جالبه ساختمون خانه آقای سفیر 400 متر با اداره امنیت سیاسی مهمترین جایی که حوثی‌ها به دنبال اشغالش هستن فاصله داره و تا انفجار شد حوثی‌ها ریختن اونجا، مثل حزب الله که رفتن جلو سفارت ایران در بیروت. گفت وقتی آتیش میزنی خونه مردمو، وقتی حوثی‌ها میرن خانه بزرگان یمن رو، این آقا ماموره این دوتا مامورای اطلاعاتی هستن مال سفارت، وقتی میره خونه‌شون رو آتیش میزنی، یه روزی هم میان خونه تو آتیش میزنن. روزی که مامورای جمهوری اسلامی شادی میکردن روی جنازه 60 آمریکایی که و لبنانی در سفارت آمریکا در بیروت یا مقر تفنگداران دریایی آمریکا یا مقر تفنگداران فرانسوی در بقا میرقصیدن، شادی میکردن. دیگه کار به جایی میرسه با این اطفارا که آقای جوادی آملی به رفسنجانی میگه آقا بیا پاشو برو عربستان یه کاری بکن و ملامت میکنه کسایی رو که روز مرگ ولیعهد سعودی جلو سفارت سعودی میرقصیدن و حلوا توزیع میکردن و شیرنی. بله آقای شاهید، اینه متاسفانه. من باورت نمیشه، چون همکارم بودی تو رادیو تلویزیون، زنده یاد جعفریان رو به یاد میاری. اون من بارها اینو گفتم، روزی که ما یمن رفتیم با هم و رئیس جمهوری یمن اومد استقبال معاون مدیر عامل رادیو تلویزیون و رئیس خبرگزاری پارس، و حالا وضع ما در یمن اینجوریه، به ما به عنوان منبع شر و آشوب نگاه میکنن که به جدایی طلبان جنوب یمن کمک میکنیم. اون وقت اگر یه نفر صداش در ایران بلند شه، نه جدایی طلب، بگه آقا حقوق من کرد و بلوچ و عرب و ترکمن و آذری و غیره باید حفظ بشه، میگیم تجزیه طلب. اما خودمون میریم به علی سالم البیض تجزیه طلب میلیون ها دلار کمک میکنیم، تجزیه طلبان رو آموزش میدیم و فکر نمیکنیم این دودش به چشم خود ما هم میره. من سراپا گوشم آقای شاهید عزیزم درباره موضوعات جالبی که شما قراره برامون صحبت کنید. اولا اجازه بدید خود از سیاست بیایم بیرون. فرهنگی چه خبر پاریس؟ فرهنگی نمیدونم براتون گفته بودم یا نه، حالا برای اینکه خبر تکمیل شده، روزنامه فیگارو ابتکار کاری رو کرده که پیشنهاد می‌کنم روزنامه‌نگارها، یعنی روزنامه‌ها در واقع در ایران انجام بدن. هر زوجی که ازدواج بکنه با مدت 3 ماه آبونمان مجانی داره برای تمام نشریات فیگارو، و بعد به سایتی اونها رو متصل می‌کنه که روز تولد شوهر و روز تولد همسر تمام اتفاقات غیر عادی رو فالبینی می‌کنن. نه اینکه شما اینجوری خواهید شد، خانه خواهید داشت، مثلا میگوید که چند تا خسوف و کسوف خواهید دید، چند بار کره زمین گشته اید، بخشی نجوم و بخشی طالبینی. من سایت رو نگاه میکردم، سایت جالبیه و فکر میکنم هزینه‌ای هم نداره و تشویق میکنه که نسل جدید به خرید مطبوعات و مطالعه، امیدوارم نشریات ایرانی هم این کار رو بکنه. آقای شاهدی را کار فرانسوی هست فقط. خب شنیدم که نمایشنامه خواهر شیرین عبادی هادی خورسندی تو پاریس تو صحنه بود. دیدید نمایشو؟ بله، نه تنها نمایشنامه رو دیدم، شانس اینو داشتم که مصاحبه‌ای هم با هادی خورسندی انجام بدم. از او هم سراغ گربه و هادی رو گرفتم به خاطر برنامه تلویزیونیش در تلویزیون ایران فردا. قول داده است که هر بار بله. در لندن بوده بیاد به دیدن شما. مصاحبه و گزارشی دارم در زیر آسمان پاریس این هفته، اما موضوع بسیار جالبه و حتی اگر بینندگان در ایران هم اون این نمایشنامه پر از طنز تلخ رو نبینن، این طنز تلخ رو زندگی میکنن به خاطر استدلال‌های یک قاضی جمهوری اسلامی که به هادی خورسندی گفتم شاید به محبت او این قاضی هم تا اندازه دوست داشتنی است، به این دلیل که بیخبری او از واقعیت‌های زندگی آنچنانه که شاید بخشی دلسوزی هم به وجود میاره، برای اینکه این آخوندی است که میخواهد انگلیسی یاد بگیره و رفتار و بیانش با خواهر کسی که جایزه صلح نوبل رو برده واقعا
به خودی خود خنده داره. اما پیشنهاد میکنم اگر بینندگان این برنامه هستید در بیرون مرزهای ایران، در هر شهر و کشوری که میتونید این نمایشنامه رو ببینید، حقایق تلخ نشنیده رو خواهید شنید. ولی جالب چه تیپی عادی پیدا کرده، با این تیپ و ریش و خیلی تیپ جالبی بود. شنیدم فیلم ایرانی هم در مال مهران تمدن در پاریس به روی صحنه اومده. از دیروز چهارشنبه یک فیلم بسیار جالبی است. من مهران تمدن رو در پاریس از کودکیش میشناسم، بسیار با استعداد و بارها به ایران میرفت و یک فیلم بلندم ساخت که جایزه گرفت. این بار تهیه کنندگان فرانسوی و سوئیسی به او اجازه دادن. اتفاقا یک بار در قطار در رفت به سوئیس معذرت میخوام با هم صحبت میکردیم راجع به همین فیلم و بسیار امیدوار بود، اما وقتی رفت ایران این فیلم رو ساخت با روحانیون شاغل، اول او رو ممنوع الخروج کردن، بعد هم که حالا اومده به بیرون از ایران ممنوع الورودش کردن. و اتفاقا فیلم بی نهایت دو طرفه میبینه مسائل رو، آشکار میبینه، به روحانی میگه آقا اگر شما فکر بکنید ما وضو میگیریم و حالمون جا میاد به خاطر عبادت نیست، شما اگر استخر رو دستورتون هم بشورین همین نشاط رو پیدا میکنید. و میگوید که دیدگاهش نسبت به مذهب، چرا من بی مذهب باید شما رو وادار به بی مذهبی بکنم و شمای مذهبدار من بی مذهب رو وادار. واقعا یک گفتگویست که برای جوانهای ایرانی ضرورت داره. معناش نیست که بی دین باشن یا ضد دین یا برعکس، اما جستجوگری رو در فکر بسیار تشویق میکنه. فیلم بسیار خوبیه. مؤسسات رادیو تلویزیونی فرانسه این فیلم رو توصیه کردن. من هم قراره به زودی ایشون رو ببینم و گزارشی از این فیلم درست کنم. بسیار عالی. نکته دیگری که در فرانسه برای ما جالب بود این رأی‌گیری فرانسوی‌ها برای به رسمیت شناختن دولت فلسطینه. اسرائیل بازی سیاسی رو باخته، یعنی تندروی‌های آقای نتانیاهو و شریکش آقای لیبرمن به جای رسیده. شاهد دیدید که خانم لبنی وزیر دادگستری و وزیر مالیه رو به اصطلاح برکنار کرد و ناچار دعوت کرده بعد از 2 سال در مارس انتخابات جدید برگزار کنه. ولی و امیدواره که این انتخابات هم ببره، حالا کاری ندارم. خب فرانسوی ها چجوری به قضیه نگاه کردن؟ چون یه موقعی فرانسوی ها واقعا تلاش میکردن یه بالانسی بین عرب ها و اسرائیلی ها داشته باشن، گویین که مثلا سوسیالیست ها خیلی به اسرائیل نزدیکتر بودن. ولی الان به نظر میرسه بعد از شیرات که خیلی روابط نزدیکی با عرب ها داشت، الان آقای هولاند هم با این روابطی که با سعودی برقرار کرده با مصر، به نظر میرسه که در این قضیه از فلسطینی ها حمایت بکنه. بله طبیعی است، به این دلیل که قبل از اینکه میل شخصی باشه، به قول آقای فابیوس داخل پرانتز وزیر خارجه فرانسه که یهودی است، میگوید که شناسایی و به رسمیت شناختن فلسطین یک وظیفه است و چون راه حلی پیدا نمیشه، میدونید سوئد اولین مبتکر بود، بعد بریتانیای شما در مجلس، اسپانیا، ایرلند، وضعیت طوری است که باید کاری کرد و این طول دادن مذاکرات به هر دو طرف لطمه میزنه. و جالب تعداد رای دهندگان از 506 نماینده مجلس 339 نفر رأی دادن مثبت و اون 150 نفری هم که رأی مخالف دادن با به رسمیت شناختن فلسطین مخالف نیستن. میگویند در چنین شرایطی که طرح صلح کاملا به امضای دو طرف نرسیده، چنین کاری خیلی عاقلانه نیست و فلسطینی ها رو بی خود خوشبین و خوشدل میکنه و کمان که این هم شد و اسرائیل رو ناراضی و لطمه خواهد زد به مذاکرات. برای همین حتی روز انجام این بحث در مجلس که من از برابر هم مجلس براتون گزارشی در اخبار فرستادم، حدود 200 نفر پلاکارد دست گرفته بودن از یهودی‌های افراطی و میگفتن الفت و حماس مساوی با تروریست، در حالی که فلسطینی‌هایی که در اونجا زندگی میکنن طبیعی است که اکثریتشون تروریست نباشن و این افراطی‌گری در همه جا هست. جالبه که شب قبل از این انجام رأی‌گیری، دوشنبه شب، 2 نفر مسلمان وارد یک خانه یهودی میشن. برای اولین بار چنین اتفاقی در فرانسه افتاده، در شهرک کرته که شما میشناسین سمت راست شهر پاریس،
7 کیلومتر فاصله داره، با اسلحه وارد یک خانه میشوند. پدر و مادر خانواده قایل، پسر 21 ساله و دوست دختر 19 ساله ابتدا اوراق بانکی اونها میگیرن و بعد که میفهمن یهودیان که از قرار از قبل میدونستن به گفته وزیر کشور، به اون دختر تجاوز میکنن. در نتیجه افراطی‌گری در هر دو سو هست. مدرسه در همان یک شنبه دو روز قبل از رأی‌گیری در اورشلیم، مدرسه که هم عربی درس میداد هم عبری، 500 دانش آموز اگر نگوییم دوچار حریق شده باید بگوییم آتش زدن. در نتیجه فرانسه در برابر این همه افراطی‌گری هر بار محکوم کرده خانه‌سازی‌ها رو در قسمت فلسطین نشین، ولی متاسفانه افراطیان در دو طرف صداشون بلندتر از صدای دموکراسی و حقیقت گوییست. یه چیز جالب های شاید بهتون بگم، آقای نتانیاهو رفته از ابو مازن شکایت کرده به دادگاه بین‌المللی لاهه، دادگاه رسیدگی به جنایتکاران علیه بشریت، که این جانی علیه بشریته. یعنی شما فکر کنید یک انسانی به چه درجه از حقارت و تعصب برسه که بره ابو مازنی که بهترین شریک صلحه بره و از او شکایت کنه، در حالی که فلسطینی ها هزاران شکایت علیه نتانیاهو و شریکش لیبرمن و رفتار اسرائیل در غزه و در کرانه غربی رود اردن میتونن ازش شکایت بکنن. به هر حال متاسفانه این است. بله، و این افراط و تفرید عجیب گریبانگیر جوامع ما شده متاسفانه. میدونید که آقای اوباما در یک گفتگوی خصوصی و آقای سرکوزی که اجداد یهودی داره به او گفته بود که تو چطور آقای نتانیاهو رو تحمل میکنی؟ و جالب اینه که من اینجا با روزنامه نگاران اسرائیلی که صحبت میکنم که به دلایلی میتونن اختلاف سلیقه داشته باشن با مسئله فلسطین، خیلی سیاست آقای نتانیاهو رو تایید نمیکنن. آقای نتانیاهو بخش وظیفه ملیش رو با بخش فردی و سیاسیش متاسفانه به هم پیوند داده و بسیاری از یهودیان، میدونید فرانسه بزرگترین تعداد یهودیان رو در اروپا داره، هیچ کشور اروپایی به این اندازه یهودی نیستن، حدود 600 هزار نفر آمار میگوید، و بسیاری از اینا میگویند که آقای نتانیاهو باعث شده که یهودی ستیزی بالا بگیره برای اینکه در حیطه افراد گفته و عمل کرده. کاملا درسته. یعنی من همیشه جامعه اسرائیل رو اون جامعه جاست، جامعه عدالتجو و عدالت پناه میدونستم که پدران اسرائیل بنیانش گذاشتن، بن گوریون، خانم گلدا مایر، بعد رابین رو داشتیم، بعد شیمون پرس رو داشتیم. بله، بن گوریون رو عرض کردم، رابین، بن گوریون، اینایی که پدران اسرائیل بودن. ای بایبان وزیر خارجه اسرائیل بود، نه این آقایی که الان مثلا بودم این کیه و این احکامی که صادر. یکی از چیزهایی که در حتی ارسطو بهش اشاره میکنه، بدترین چیز برای یه سیاستمدار اینه که انفعالی باشه، انفعالی عمل بکنه. یعنی به محض اینکه یه چیز رو میبینه عصبانی بشه، داد بزنه. رفتاری که آقای نتانیاهو با خانم لونی داشته اصلا رفتار غیر انسانیه، رفتار یک پالیتیشن نیست، رفتار یه رقیبه که میخواد اون رقیبش رو خفه کنه، و در نتیجه این در سیاست ها هم اثر میذاره. رابین اگه یادتون باشه مردی بود که به گاه جنگ بهترین جنگجو بود و به گاه صلح بهترین سخنگوی صلح، و یگان اسرائیلی بود که دست عرفات رو فشرد، فکر می‌کنم و جایزه نوبل حقاً به او و عرفات و آقای شیمون پرز رسید. به هر روی متاسفانه حضور یهودیان یا مدعیان یهودیت از اتحاد جماهیر شوروی سابق در اسرائیل کفر رو به نفع دست راستی ها بالا برده و دیگه یوسی بلین نمیتونه امید نخست وزیری داشته باشه و خانم لونی همینطور. این مصیبت و مشکل وجود داره. این نکته جالب آقای شاهید، چند روز گذشته در غزه اعلامیه‌هایی منتشر شده، اسامی 53 تا شاعر و نویسنده بهشون اخطار دادن اگر به شعر گفتن و نوشتن علیه خدا ادامه بدید و کفر بگید شمشیرهای ما گردنتون رو میزن، و به دختران و زنان قذاوی هم اخطار کردن اگر پوششتون اینجوری باشه نفستون رو میگیریم. یک خبرنگار داره العربیه در اونجا، یه بانویست بی حجاب، الان مدتی است دیگه از غزه اومده بیرون، در دبی مستقر شده چون بر جانش میترسه، بر اینکه اسید بهش بپاشن یا سرش رو بزنن.
و این افرادگرایی متاسفانه که تو جامعه ما هم وارد شده به این صورت بد که به صورت بانوان اسید بپاشن، در عراق همونطور، در سوریه همینطور، و من و شما یادمونه 40 سال پیش خاورمیانه هر روز داشت به سوی گشایش بیشتر، باز شدن، آزاداندیشی بیشتر میرفت، و این بدبختی که نصیب ملت ما شد خیلی سریع پروبالش در جاهای دیگه هم باز شد. آقای شاهید، شنیدم که آقای سرکوزی شدید داره خودشو آماده میکنه برای دوره بعد انتخابات ریاست جمهوری. چه موقعیتی داره؟ چه حالت، چه وضعی داره؟ ببینید، قبل از اینکه موقعیت امروز او رو بگویم، شاید بهتر باشه موقعیت دیروز او، یعنی دلیل باخت رقابت انتخاباتی رو گفته باشم. کسانی که به آقای اولاند رأی دادن الزاماً طرفداران آقای اولاند نبودن. به آقای اولاند رأی دادن که آقای سرکوزی نیاد. این رو آشکارا میگن، سلیقه و جمله فردی من نیست. یکی شیراک بود مثل اینکه آقای شیراک گفت من اگر آقای آلن ژوپه بود به آقای آلن ژوپه رأی میدادم، و اگر نه به آقای اولاند رأی میدادم. رئیس جمهور دست راستی گفت من به آقای اولاند رأی میدم. به این دلیل که در بعضی از تصمیم گیری های آقای سرکوزی، درست یا غلط، در واقع تحلیل کنندگان ضد عقاید او به این نتیجه رسیده بودن که راه رفته به بنبست میرسه و زیانش رو همگان خواهند پرداخت. به گفته آنها امروز حاصل آن روز است. خود سوسیالیست هم این رو میگن. اما آقای سرکوزی هم جوابهایی داره برای کرده هاش و میگوید که بحران بین المللی بود، وضعیت پولی که شکست بانک ها بود بین المللی بود، در نتیجه او اسیر تصمیم گیری هایی شد که هر کس جای او بود بهترین راه همونایی بود که او انجام داد. اما امروز اگر اون دیروز رو کنار بگذاریم که سخته به دلیل اینکه حافظه تاریخی خوشبختانه در فرانسه همیشه حفظ شده و منافع ملی، این است که آقای سرکوزی چه چیزی رو بیشتر از گذشته میتونه انجام بده؟ نه چندان. سوسیالیست‌ها چه کاری رو میتونن بهتر از آنچه که تا به حال انجام دادن انجام بدن؟ نه چندان. میماند حزب افراطی خانم لوپن. همین دیشب پدر ژان ماری لوپن در رادیو میگفت هیچ روزنامه‌نگاری هم در مصاحبه با او مخالفت نتونست بکنه، یکی از رقبای قطعی انتخابات حزب افراطی است. حال میمونه اون دو فرضیه در برابر، از حزب راست در دور اول پیروز بشن یا از حزب چپ. آقای اولاند اگر خودش رو معرفی کنه که احتمالش کم هست، آقای مانوئل والز که الان نخست وزیره و محبوب، در آن صورت این احتمال وجود داره که راستی ها به هر دلیلی رأی ندن. در نتیجه آقای سرکوزی در تشخیص احتمالات در وضعیت بسیار خوبی قرار نداره. احتمال انتخاب او تقریبا غیر ممکن. عجیب، من درست نمیفهمم. خیلی خوب شد توضیح دادید شما، چون من فکر میکردم که سرکوزی شانس داره. اما یه نکته هم برام روشنه، آقای اولاند هر کاری کرده باشه، که من زیاد به مسائل داخلی فرانسه وارد نیستم و نمیدونم تأثیرات برنامه ها و سیاست های او در زندگی مردم چه بوده، ولی آنچه مهمه برای من اینه که سرکوزی رو گمان میکردم از نظر داخلی برای مردم کارایی کرده که زمینه مجدد انتخابش فراهمه، ولی به نظر میسه آقای هولاند که به نظر من واقعا اعتبار فرانسه رو در سطح بین‌المللی احیا کرد. در همین مذاکرات اخیر اتمی نقشی که فرانسه داشت در عقب راندن جمهوری اسلامی خیلی موثر بود، و این به هر حال برگرفته از فابیوس سیاستمدار پخته. شاید کمی قبلش هم بود آقای نوری‌زاده، یعنی طرح‌های آقای سرکوزی بود. آقای در مورد پرونده هسته‌ای آقای اولاند چندان فرصت، چون تحریم‌ها تسویب شده بود، فقط قاطعیت نشون داد وسوسه کارخانه پژو یا نفتی توتال یا حتی یک جایی که تصفیه خانه ورشکسته شده که آقای احمدی نژاد اصرار داشت اونجا رو بخره، این قاطعیت ها رو نشون داد. یک جمله رو هم نه به عنوان تصحیح بلکه مشخص کردن گفتم خدمتون بگم در مورد آقای سرکوزی که شانس بسیار کمی داره. همین اتفاق برای آقای شیراک هم افتاد. وقتی که افراطیون در برابر حزب
راست قرار گرفتن، حتی چپ و سوسیالیست، برای اینکه افراطیون راست موفق نشن، یعنی ما در زمان شیراک در دور دوم چپی ها و کمونیست ها و آقای شیراک رای دادن که مبادا راست افراطی موفق بشه. این احتمال وجود داره شاید. در مورد آقای سرکوزی، ولی آقای جمله قبلی من این بود که حتی ممکن آقای سرکوزی به دور دوم نرسه. ببخشید چون وقتمون تموم شده و دلم میخواد حتی کم این صدای بری وایت و پاواروتی رو با هم بشنویم. بنابراین باید خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق به اتفاق محمد رضا شاهید می‌سپارم. Thank you.